سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تی وی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در مورد پانتا بهرام و حمایت تمام قدش به حواشی گفتگوی خواهرش در هم رفیق. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله کنارش هم بزنید، صرفا جهت اینکه از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید. برنامه همرفیق با اجرا و کارگردانی شهاب حسینی، روز پنجشنبه 6 خرداد ماه 1400، میزبان پانتا بهرام، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون، به همراه خواهرش رکسانا بود. این برنامه در روزهای گذشته با حواشی و انتقادات زیادی از سوی کاربران فضای مجازی روبرو شد. ماجرای این واکنش ها از اونجایی شروع شد که در برنامه مانند قسمت های قبل ویدیوهای ارسالی از سوی کاربران پخش شده و قرار بود تا به یکی از اونها هدیه 20 میلیونی داده بشه. شهاب حسینی مجری برنامه نظر مهمانان خود رو راجع به این هدیه پرسید و رکسانا بهرام در پاسخ گفت با توجه به طبقه‌ای که دارن فیلم‌ها رو می‌فرستن به نظرم 20 میلیون تومان خیلی زیادم است. این بخش از گفتگوی مهمانان همرفیق با واکنش‌های منفی زیادی در فضای مجازی روبرو شد. رکسانا بهرام در واکنش به حواشی صحبت‌های خود در برنامه همرفیق در اینستاگرام خود نوشت: امروز صفحه اینستامو که باز کردم دیدم آماج سخنان نازیبایی شدم. احساس همدردی کردم با خواهرم و همه کسانی که به هر عنوان بیش از ما مردم معمولی مورد توجه قرار دارن. به هر حال به خاطر سوء تفاهم پیش اومد متاسفم. امیدوارم حال دل همه بهتر و بهتر شه. صحبت برنامه این بود که آیا با این مبلغ میشه فیلم کوتاه ساخت، که البته از برنامه حذف شده بود، و این جواب من بود که کسانی که این فیلم ها رو فرستادن حتما با این مبلغ میتونن فیلم بسازن. البته برای خودم هم 20 میلیون تومان پول کمی نیست. پانتا بهرام هم پس از سکوت چند روزه خود نسبت به این حواشی واکنش نشون داد و عکسی از خود در حال نواختن ساز هنگ درام منتشر کرد و گفت که خواهرش تا پیش از این هرگز مقابل دوربین نبوده و با توجه به استرس موجود به جای استفاده از لول هنری از کلمه طبقه استفاده کرد تا بگه که 20 میلیون قطعا برای این سطح از تولید فیلم کوتاه مجازی کافی است. پانتا بهرام به گفته خود در این چند روز پیگیر فایل اصلی برنامه بوده تا ثابت کنه که حرفای خواهرش در تدوین برنامه حذف شده و تنها بخشی از گفتگوهای اون پخش شده، اما به دلیل گذشت مدت طولانی از ساخت برنامه و در دسترس نبودن عوامل اون، این امکان برای اون میسر نبوده. به هر حال خواسته یا نخواسته به علت بیان این جمله، پانتا بهرام و خواهرش در چند روز اخیر شدیداً مورد حمله کاربران فضای مجازی قرار گرفتن. اما خانم پانتا بهرام، متولد 13 اسفند 1348 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیونه. دانش آموخته رشته بازیگری از مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیماست که از 18 سالگی کارش رو ابتدا با تئاتر شروع کرد. سال 1367 وقتی 18 ساله بود، دوره بازیگری رو در مدرسه هنر و ادبیات زیر نظر گلاب آدینه گذروند و سپس در رشته ادبیات نمایشی وارد دانشگاه آزاد شد. سال 1366 از 16 سالگی با تئاتر به روی صحنه رفت، تا اینکه همین سال با سریال آینه به کارگردانی غلام حسین لطفی جلوی دوربین ظاهر شد. با نمایش آتقی و شهر خیال در سال 69 حرفه‌ای روی صحنه تئاتر حضور پیدا کرد، تا اینکه سال 75 با فیلم زشت و زیبا وارد قاب سینما شد. سال 79 با سریال مسافران سیروس مقدم شناخته شد، اما با فیلم چهارشنبه سوری اصغر فرهادی در سال 84 وقتی 36 ساله بود به اوج شهرت رسید. شاید براتون جالب باشه بدونید خانم بهرام به شدت تعصب زیادی روی فوتبال و تماشای فوتبال داره و میگه در بازی ایران و استرالیا حالتی شبیه سکته رو گذروندم، تا جایی که از هیجان زیاد کارم به بیمارستان کشید و بعد از اون چشمم ترسید و بازی تیم ملی رو گذری نگاه میکنم. در بین تیم ها هم طرفدار استقلال هستن و همیشه پیگیر نتایج این تیم هستن. میگه یه بار عاشق شدم، عشق امری جاری در زندگی است که نمودهای گوناگونی هم پیدا میکنه. درک تپش قلبی که برام اتفاق میفته همون عشقه. من اولین بار در 5 سالگی این حس رو تجربه کردم. پانتا بهرام سالها پیش ازدواج کرده که ثمره این زندگی تنها یه فرزند پسره. مدتی از سیامک احسایی به عنوان همسر ایشون یاد میشد که این اتفاق صحت نداره. ایشون مشوق بازیگریشون رو انوشیروان ارجمند اعلام کردن و میگن از بهترین و اصلی ترین مشوقهای من در بازیگری بود و نحوه کارم رو دوست داشت.
من به مرگ هنرمند اعتقاد ندارم و ایشون همیشه برای من زنده هستن. میگه حضور من در فیلم موفق هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی، یه نقش کوتاه که به عنوان مشق کلاس توسط استادم گلاب آدینه به من توصیه شد برمیگرده. شاید باورتون نشه که برای ضبط همین یک بار رد شدن از جلوی دوربین 12 ساعت وقت صرف شد. خانم بهرام از علاقه‌مندان پایبند به عرصه تئاتر و میگه در تئاتر احساس آسودگی بیشتری دارم. خاصگاه هم اونجاست. خیلی راحت‌ترم وقتی تئاتر کار میکنم. میخوام قاطع بگم شدیداً روی تئاتر تعصب دارم. تئاتر فضای بهتری برای عنوان کردن خیلی از موضوعات داره. بداهه‌گویی و سانسور نشدن از نظر من دلایل کافی برای تعصب شخصی من به تئاتر. خانم بهرام در سری پنجم خندوانه در تابستان 97 به عنوان یکی از داوران برنامه خنداننده شوی رامبد جوان حضور داشت. گرچه او تجربه چندانی در کارهای طنز نداره اما موفق ظاهر شد. اما حواشی پیرامون کار خانم بهرام. مانتا بهرام در سال 96 به دلیل عدم پرداخت دستمزد خود حاضر به بازی در قسمت آخر سریال دلدادگان به کارگردانی منوچهر عادی نشد. در نهایت تلاش برای رضایت ایشون نتیجه نداد و نویسندگان پایان بندی سریال رو به طور کامل تغییر دادن. از افتخارات ایشون میتونیم به جایزه اول بازیگری برای نمایش مرگ یزگرد در سال 70 و سپس جایزه سوم بازیگری در سال 75 برای نمایش زمستان 66 اشاره بکنیم. ایشون در سال 78 هم برای تئاتر پس تا فردا جایزه اول بازیگری رو از آن خودشون کردن، تا اینکه آخرین افتخار ایشون در سال 91 دیپلم افتخار نقش اول زن جشنواره فیلم فجر بود. از آخرین آثار سینمایی ایشون میتونیم به فیلم سینمایی شنای پروانه در سال 98 و فیلم سینمایی آینده در سال 97 اشاره بکنیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون را راجع به این هنرمند دوست داشتنی عرصه سینما و تئاتر پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون و لایک این ویدیو از ما و فعالیت همون حمایت بکنید.